بنده در روی صحنه 28 مرداد شاید فعالترین و بالاترین نقش رو داشتم در صحنه خیابونیش. من از پشت پرده هیچ خبری نداشتم، ولی من دکتر محمد مصدق، دکتر فضل زاهدی رو به ایستگاه رادیو تلویزیون بردم که برنامه شد، یعنی اعلام. کودتایی که سرلشکر خلیل شجاعی فرمانده ضد اطلاعات و رکن دوی ارتش بالاترین نقش میدانی را در آن داشته است، نقطه عطفی در شکل‌دهی روابط محمد رضا پهلوی با آمریکا محسوب می‌شود. در آن سالها سیاست‌های ملی‌گرایانه دکتر مصدق درباره ملی کردن صنعت نفت چالشی جدی میان ایران با آمریکا و انگلیس ایجاد می‌کند. پهلوی دوم نیز قدرت مقابله با این خواست ملی را ندارد و نقش او به طور محسوسی تضعیف شده است. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه پهلوی، سفیر ایران در آمریکا، سفیر ایران در انگلستان، عضو خاندان سلطنتی. نهایتاً هدف شما ایجاد یک ائتلاف برای انداختن مصدق؟ مسلماً مصدق رو مفید نمی‌دونستم. این معتقد این عده بودن. مصدق روز به روز با اینکه فامیل من بود، ولی روز به روز خطرناک‌تر شد. ملی شدن صنعت نفت ایران آینده این کشور مهم منطقه را از زاویه منافع غرب مبهم و تیره کرده است. تحلیل میدانی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد قدرت تضعیف شده پهلوی باید به هر شکل ممکن احیا شود. کودتای 28 مرداد حاصل این جنبندی است. بر اساس اسنادی که بعدها از رده اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا خارج و منتشر شد، این کودتا به زبان فنی CIA عملیات TP آژاکس نام داشت. مرحله اول این طرح در شب 25 مرداد 1332 اجرا می شود، اما موفق نیست. وقتی این جریان شد 3:30-4 صبح، منم جیب قرار شد که اینو من بیارم بذارم زیر هر شد باتری جیب که زیر صندلی است و بیاییم بریم تهران از این عکس بگیریم و پخش بکنیم. در این جریان فرمان شاهنشاه که نوشته شما نخواست وزیری تاریخشم فرمان عزل دست مصدق. این فرمانی است که به من زاهدی شده، یعنی نه من، فضل الله زاهدی. دوتا فرمانه، یکی اول عزل، دیگری انتصاب. بدون اون که نمیتونه باشه، مرازه میفهمید. بعد عرض شود که آمدیم دیدیم که تمام راه چیزو بستن سر سرای ورک. برگشتم، در این جریان دیدیم یه ماشین دنبال ما میاد. زدم به چیز، خواستم از جاده پهلوی برم به طرف شرق، جاده قدیم. در اینجا ماشین دنبال من میاد، منم مجبور شدم چراغامو خاموش کنم، بینام بگم سفت بشید. بادپانگری جلوشته، سرهنگ نوابی عقب. سرهنگ نوابی افسر خیلی رشید چیزی بود، در توی لشکر چیز فرمانده بود، در معاون فرمانده کرمان. خلاص آمدیم خودمون رشوندیم به جاده شمران، از جاده شمران اونا ما رو گم کرد. پس از شکست اولیه کودتا، محمد رضا پهلوی به بغداد و سپس به روم پایتخت ایتالیا میگریزد. شاه بعدها میگوید در آن شرایط ناچار به ترک کشور بوده است. روز 25 مرداد که برخلاف تمام اصول قانون اساسی ایران یاغیگری کرد، به طور دیگر واضحی ائتلاف اونها با توده یا روشن شد. من خودم شخصا در کلاردشت بودم. پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنه. اون موقع شاید غیر از این چاره‌ای نبود. هدف اصلی عملیات آژاکس، یعنی سرنگونی دکتر محمد مصدق و احیای قدرت تضعیف شده پهلوی، برای آمریکا و انگلیس به گونه‌ای مهم است که هسته مرکزی کودتا با بازخوانی سریع علل شکست اولیه، این طرح را مجدداً در دستور کار قرار می‌دهد.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی، عضو خاندان سلطنت. ارزم که 28 مرداد، بنده روز 28 مرداد ساعت 8 صبح راندوو داشتم با دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه، و دکتر فاطمی از اولم از دوستان کاشانی بود. بعد که اختلاف ما بین کاشانی و مصدق در گرفت، اون چند ماه آخر دیگه بیشتر طرف مصدق بود. من قرار ملاقاتم با فاطمی برای این بود که بگم آقا من با کاشانی نزدیکم، دشمنی با مصدق نداره، بیا اینو به هم نزدیکشون کنیم. اون روز صبح اونجا بودم که ریختن اون چی بود اسمش؟ بیمخ. شبان بیمخ در واقع سردسته لاتهای تهران است. او که مسئول محور اصطلاحاً مردمی کودتاست، با ایجاد اغتشاش فضای شهر را برای اجرای فاز نظامی آماده می کند. نصیری نیز فرمانده محور نظامی است. با حمله اغتشاشگران به حامیان مصدق درگیری ها شدت می گیرد. تانک ها به خیابان می آیند و پایتخت عملا به کنترل نظامیان در می آید. تصرف رادیو و قرائت حکم عزل مصدق و حکم جانشینی سرلشکر زاهدی روز خونین پایتخت را به پایان می برد. بعدها شاه کودتا را زمین ساز تامین استقلال کشور، دین مردم و ملی شدن صنعت نفت می کند. خیلی هم خلاصه بهتون بگم، قیام 28 مرداد به من اجازه چه چیزهایی رو داد؟ یکی همونطور که میدونید ملی کردن به تمام معنی کلمه صنعت نفت ایران. اگر 28 مرداد نمیشد، استقلال ما کجا بود؟ دین ما کجا بود؟ کودتای 28 مرداد به جز محمد رضا پهلوی مدافعان دیگری نیز دارد که میگویند 28 مرداد قیام مردم برای نجات تاج و تخت شاه بوده است. من مسلماً این رو کودتا نمیدونستم. اگر کودتا میخواست بشه و اگر ما بهش معتقد بودیم، پدرم در اون رسم که براتون شاهد هم نمیگفت کلید این کار دست شاهه. یعنی باید شاهی بود و باید شاهی گره کودتا بودن که اینقدر به بارهای من به برای بابای من زدن، هر دفعه هفت شب به این عنوان کودتا. برخلاف گفته های آقای اردشیر زاهدی، 28 مرداد به این نبود که مردم بر علیه مصدق قیام کردن. یه تحریکی بود که انگلیس و امریکا میخواستن مصدق بردارن و تا کنون هم امریکایی‌ها بارها مقامات مختلف، رئیس جمهور، وزیر خارجه اعتراف کرده به این کاری کردن. حالا آقای اردشیر زاهدی از بس پرروه با کمال وقاحت میگه مردم قیام کردن، نمیگه این نقش امریکا بود. به این ترتیب محمد رضا پهلوی با تلاش‌های آمریکا به تهران باز می‌گردد و قدرت را مجدداً در دست می‌گیرد. این واقعیت باعث می‌شود او همیشه پادشاهی خود را وامدار ایالات متحده آمریکا بداند. در سال 1953 ایالات متحده تاج و تخت او را نجات داد. اگر CIA علیه مصدق کودتا نمی‌کرد، او دیگر نمی‌توانست شاه ایران باشد. او هراسناک از ایران گریخت و به اروپا رفت، و اگر کودتا به پیروزی نمی رسید، او نمی توانست هیچ وقت به ایران بازگردد. ترس توأم با تحسین شاه در مقابل CIA به تدریج زمینه‌ساز تمایل و وابستگی بیشتر پهلوی به واشنگتن می شود. آمریکا با درک این فرصت تاریخی، مدیریت ذهنی شاه را در چند لایه در دستور کار قرار می دهد. در این روند اطلاعات از تصمیمات شاه و چگونگی تصمیم گیری های او برای CIA کاملا ضروری است. بعدها فاش می شود سیا برای کنترل و مدیریت ذهنی شاه همه مکالمات و جلسات او را شنود می کرده است. سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی. کمی حرفی که من به تو زدم تو به کشتیگرم زدی. کدام عرضه میده من با کسی حرف نمیزنم روز کارم؟ کسی من سوال میکنه، هیچ کس جوارد نداشه من سوال کنی چگاه میکنی؟ کدام کسی من سوال میکنه؟ کمان تعجبم همینه، همون جمله که من رو تو گفتم سالیبا گفت. کدام از ذات وقت دارین دو دقیقه من خودم تو راجع به سکیوریتی اینجا حرف بزنم؟ کدام سیستم سکیوریتی اینجا رو من مطالعه کردم؟ الکاخ شرکت موتورولا اومده این نصب کرده
بگم نصب کرده یه مهندس ایرانی بالاسته شده بود بسته رفته تمام اینجون باگ کدام اتاق بندن باگه اون یکی با همه رو باگ کرده سپهبد آذربرزین برای اثبات شنود دربار به وسیله CIA شواهد متعدد دیگری نیز دارد. او به استناد مشاهدات خود و دیگر مقامات دربار معتقد است سفیر آمریکا با استفاده از شنود محل کار و زندگی محمد رضا پهلوی همیشه از نظرات او با خبر بوده و در مواقع حساس پیش از تصمیم گیری های نهایی شاه دخالت میکرده است. من نوشته بودم بعضی جا که سفیر امریکا در جریان سوا دستوری که شاه میداد هست بعد از من پرسید که شما چجوری این قضاوت کردید که هست کدوم رویدادهایی که شده من چه مورد آسش گفتم یک توکاه تصمیم گرفته فرماند انتخاب کنه سفیر امریکا که هیچ زمانی زودتر از ساعت 10 صبح برای شرفی ها برمیان شهر گفت ایمرجنسی صحبت کرده گفته اینو نمیتونی بذاری اعلم میگفت این صحبتیست که اعلم به من کرد شبی که این اتفاق افتاد اعلم من خواست باش آمریکایی ها برای مدیریت حکومت پهلوی علاوه بر شاه مقامات دیگر را نیز به نوعی در تور وابستگی گرفتار می کردند. ضعف های شخصیتی مقامات پهلوی CIA را در این فرایند پیچیده کمک می کرد. بعضی ها با خدمات اصطلاحاً جنسی گرفتار می آمدند و برخی وامدار دست و دلبازی های هوشمندانه کاخ سفید می شدند. دکتر علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد پهلوی رئیس اداره کل خارجی ساواک رئیس دانشگاه تهران یه مرتبه من دیدم یه کاغذ پولیکوپی به انگلیسی بر من اومده روی کاغذ معمولی هم چیز کرده بودم از من دعوت کردن که برای یک ماه برم به آمریکا و خرج سفر من میدن و به هر شهری هم که برم روزی فلان مقدار دلار پول میگیرم بابت هزینه سفر و یک ماه برم آمریکا رو ببینم بعدش من این داستان برای هویدا تعریف کردم و او به من گفتش که تو حالیت نیستش که قبلا وزیرها خیلی خوشحال میشدن که سفارت آمریکا دعوت کنه مهندس حسین سپهری معاون و قائم مقام وزیر کشاورزی در دوره پهلوی اخیراً که آدم میفهمه در حتی در رسانه‌های آمریکا میبینی که چه اشخاصی در ایران که ما اون موقع بهشون احترام میذاشتیم و فکر می‌کردیم آدم‌های خوبی بودن و حالا معلوم شد که عضو CIA بودن و از طریق CIA کار می‌کردن یعنی که اخیراً هم دو تا از دوستای من که وزیر بودن در ایران در آقای راسل تیم راسل اسمشون رو برد به عنوان اینکه اعضای CIA بودن